این سراغ لغت شماره 3 از کتاب 504 هست. جلس 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 بچه ها ببینید این دی و این سه به اصطلاح جوری با هم صدای ج رو میده و این به اصطلاح چی بگیم، خط تیره برعکس بگیم، بهش میگن استرس. یعنی استرس واژه رو اینجا میده روی ج، حرف اول میذاری جلس جلس. این هم که صدای ای، این ای کوتاه از گلو، جلس جلس جلس. خب جلس یعنی چی؟ afraid that the one you love، ترس این که، afraid that the one you love، شخصی که شما دوست دارید، you love، might، ممکنه prefer، ترجیح بده someone else، شخص دیگری رو. خب ترس این که شخصی شما دوست دارید ممکنه ترجیح بده یا احتمال داره ترجیح بده شخص دیگر رو، به این میگن اصطلاح حسودی. اوکی، پس جلس در این حالت ترجمه میشه. جلس صفت هست، او یو اس در آخر هر کلمه که اومد میشه صفت. و جالبه که بدونید او یو اس در آخر تمامی کلمات صدای اس رو تولید میکنه برای ما، یعنی جلس. بگید جلس جلس جلس. خب afraid that the one you love، afraid that the one you love، might prefer someone else، might prefer someone else، یعنی ترس از اینکه، وحشت از اینکه کسی رو که دوست داری ممکنه شخص دیگی رو چیکار بکنه، ترجیح بده، prefer بکنه. شخص دیگه میشه چی؟ someone else. خب دفینیشن بعدی یا تعریف بعدی، wanting what someone else has، خواستنه. بفرمایید خواستنه. شما فارسی رو قرار نیست تکرار بکنید، انگلیسی رو تکرار میکنید که بچه‌ها هی تکرار بشه براشون. wanting what در وسط جمله که حالت سوالی نداره، در وسط جمله معنای آن چه که. wanting what، خواستن آن چه که، someone else، شخص دیگر. بفرمایید someone else شخص دیگر دارد، has، دارد. wanting someone else has، اگه چیزی رو بخوای که یکی دیگه داره، این میشه یه حس حسادت، میشه به تو میگن jealous، حسود. خب پس برای اولیش چی ترجمه؟ این یه عبارت میتونیم، وحشت این که کسی که تو دوست داری احتمال داره پریفر بکنه، ترجیح بده شخص دیگر، اینجوری میتونیم غیرتی هم ترجمه بکنیم. خب بیم اینجا من سوال دارم، این مایت جی ایچش هم تلفظ نمیشه، مایت گذشته می هست، می یعنی ممکنه، گذشتهش میشه چی؟ مایت. مایت پریفر یعنی چی؟ درصد احتمالش میاد پایین تر وقتی مایت استفاده میکنی، تو حالت گذشته به کار میبرن، در حقیقت الان تو زمان حال استفاده شده. وقتی می میره تو حالت گذشته، درصد احتمالش میاد پایین تر. Understand؟ Yes. Might prefer، ترجیح بده someone else. یا دفینیشن بعدی، wanting what someone else has، خواستن آنچه که شخص دیگه ای داره. بریم سراغ مثال. A detective was hired by the jealous widow. Jealous widow. By the jealous widow. To find the boyfriend who had abandoned her. یعنی یه کارگاه توسط یه زن بیوه چی شده بود؟ استخدام شده. چیه زن بیوه چی؟ حسود. حسود. Jealous widow. Hired، استخدام شده بود. ببینید جمله مجهوله، وقتی که میاد بعدش بای میاره معرفی میکنه توسط فلانی، در اصل جمله این بود، اینجا رو در نظر نگیرید اصلا. خب فقط اینجا رو ببینید. A detective was hired، یه کارگاه چی شد؟ استخدام شد دیگه، بیا به کار گرفته شد. ببینید کار آگاه هست یا کارگاه؟ کارآگاه. آف باریکلا، پس دیتکتیو معنیش میشه چی؟ کارآگاه. کارآگاه، بسیار عالی.
دتکتیو شد چی؟ کار آگاه. A detective was hired. ببینید was گفتم اگه یه فعل بعدش بیاد درسته ایدی گرفته، قسمت چندمه؟ سومه، پس پارتیسیپل هست. was hired، استخدام شد. چی بوده لغت؟ hire، استخدام کردن، کرایه کردن. گذشتش میشه چی؟ hired. قسمت سومش میشه چی؟ hired. به این افعال میگن افعال با قاعده، یعنی هم گذشتهشون ایدی میگیره هم قسمت سومش. میدونی افعال تو انگلیسی به دو قسمت تقسیم میشه، افعال با قاعده و افعال بی قاعده. افعال بی قاعده. با قاعده رو که میگن چی؟ regular. بگید regular. بی قاعده رو میگن irregular، یعنی IR رو در ابتدای regular قرار میدیم میشه چی؟ irregular. یعنی بی قاعده منفی شد اینجوری، regular میشه چی؟ با قاعده. IR یک پیشوند هست که در ابتدای بعضی از چه بگیم؟ صفت بگیم یا اسم بگیم؟ صفت میاد و اون رو منفی میکنه. ببینید یه سری پیشوندها داریم مثل I am، مثل ایم. مثلا به علاوه possible میشه چی؟ ممکن. لغت impossible میشه به وجود میاره. possible میشه چی؟ غیر ممکن. بعضی از صفات هستن اولش آر ایه، اونا که بخوایم بیه مثل regular با قاعده. خب اگه بخوام اول این رو آی ام بیارم اینو نمیتونم قشنگ تلفظ کنم، میشه irregular، جالب در نمیاد. برای همین یه پیشوند دیگر ظاهرا تولید کردم به نام IR که میان لغت irregular رو میسازه به معنای بی قاعده. خب بگذاریم. چی میشه به انگلیسی؟ میشه بعد anyway. بگید anyway. Any way شد چی؟ بگذاریم، میخوایم موضوع رو عوض کنی دیگه. از anyway کمک بگذاریم. Anyway بگید anyway. A detective was hired by the jealous widow. میگه کارگاه was hired، استخدام شد by the jealous widow، توسط بیوه حسود، to find که پیدا بکنه the boyfriend، دوست پسری، who had abandoned her، او رو ترک کرده بود. ببینید had به اضافه قسمت سوم فعل ماضی بعید رو به وجود میاره، ماضی که دورتر، او رو ترک کرده بود. ببینید رفته بودم، رفته بودی، رفته بود. اوکی، یعنی had رو میایم به اضافه قسمت سوم فعل میکنیم و این زمان رو میسازیم. مثلا I had abandoned، من ترک شده بودم. She had abandoned، او ترک شده بود. گرفتی؟ The boyfriend who had abandoned، البته ترجمه دیگه هم میشه، She had abandoned، او ترک کرده بود. خودش به منو فاعل قرار بگیریم. ببینید پیدا بکنه دوست پسری که The boyfriend who had abandoned her، که او رو ترک کرده بود. الان هر چیه؟ ضمیر مفعولیه که منو ترک کرده بود. Who had abandoned me. آفاریکلا had abandoned می، که ما رو ترک کرده بود، میشه چی؟ Who had abandoned us. خب دیگه جمله رو خودمون میتونیم خیلی تر تمیزترش بکنیم توی فارسی، حتی که بفهمیم تلفظا چی هست، نکات گرامر چی هست، راحت‌تر. فقط بچه ها فراموش نکنه که من حد به اضافه قسمت سوم رو توی کلیپ های بعدی حتما توضیح میدم، اینجا چون زیاد شد میریم ادامه و بعد راجبش صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ مثال دوم. Although my neighbor، کلمه اول تلفظش چیه؟ Although. بله این TH صدای ذ میده. صدای چی میده؟ ذ. نوک زبان بین دندون صدای ذ رو میگه. Although my neighbor just bought a new car. Yeah, just bought. ده تلفظ شده. Just bought a new car.
just bought a new car. I am not jealous of him. I am not jealous of him. ببینید حرف اضافه of ضمیر بعدش ضمیر مفعولیه. مثلا I am not jealous of you. من به تو حسادت نمی کنم. اونا میگن من حسود تو نیستم. I am not jealous of you. Okay? I am not jealous of you. بفرمید. I am not jealous of you. Although به معنای اگرچه. به معنای چیه؟ بفرمید. Although به چه معناست؟ اگرچه. این GH در آخرش هم تلفظ نمیشه. با این شو چی؟ اگرچه. با بفرمید. اینکه مثلا میشه. بله اگرچه هم با این که هست. بات یعنی چی؟ خریدن. چی بوده؟ بای بوده به معنای خریدن. قسمت دومش یا گذشتهش بوده چی؟ باد. قسمت سومش شده باد. اوکی؟ yes. ببینید جاست وقتی که قبل یه فعل میاد معنی تازه رو میده، معنی فقط رو نمیده. یعنی همون لحظه. آره. ببینید although my neighbor، اگرچه یا با این وجود که my neighbor یعنی همسایم. neighbor بگید. neighbor. although my neighbor، اگرچه همسایم just bought a new car، به تازگی bought خریده بود a new car یه ماشین جدید. I am not jealous of him. من بهش حسودی نمی کنم. با این وجود که همسایم ماشین جدید خریده ولی من بهش حسودی نمیکنم. این ولی رو دیگه خودمون آوردیم تو ترجمه که قشنگتر ترجمه بشه. سوال ندارید اینجا؟ خیر. خب بیایم قسمت مثال سوم. Being jealous یعنی چی ترجمه بکنیم being jealous رو؟ آها. با توجه به ادامه جمله. بله با توجه به ادامه جمله. Mona would not let her boyfriend. Let یعنی چی اولا؟ اجازه دادن. Would not let یعنی چی؟ اجازه نمیداد. ببینید وقتی would میاد اینجوری ترجمه میشه. ببینید let یعنی اجازه دادن. Would let اجازه میدهد. Would not let اجازه نمیدهد. اجازه نمی این میه میاد به خاطر وود. اولا به من که بگه وود چیه؟ وود گذشته یه ویل هست. ویل گذشته میشه وود. مثلا مونا اسم شخص دیگه داره میگه مونا وود نات لت. مونا اجازه نمیده چی؟ هر بویفرند دوست پسرش دنس برقصه with با any of the cheerleaders. any of the cheerleaders. اجازه نمیده با هیچ یک از cheerleader ها برخصه. یعنی با هیچ یک از معرکه گیرها اونه که میان وسط. اوکی؟ cheerleaders. leader که میشه رهبر دیگه. حالا دقت کنید نکته گرامری بگم بچه ها. any فعل بعدش ببخشید any که اومد اسمت حتما جمعه. نکته گرامری برای تست. مثلا هیچ کدوم از دوستات any of your friends. هیچ کدوم از همکلاسیات any of your classmates. هیچ کدوم از همسایه‌هات any of your neighbors. پس being jealous. حالا میتونی به من بگی با توجه به ادامه جمله مونا would not let her boyfriend اجازه نمیداد دوست به سرش دنس بکنه with any of the cheerleaders. چرا اجازه نمیداد؟ being jealous چون حسود بود. اصلا being jealous خودش بدون نگاه کردن به ادامه جمله being jealous یعنی حسود بودن. ولی حالا چون ادامه جمله رو خوندیم اجازه نمیداد دوست پسرش با هیچ یک از اون معرکه بگیرا برخصه میگه چی؟ مونا چون حسود بود چون غیرتی بود اجازه نمیداد. اینجوری ترجمه میشه. گرفتید؟ بله. مونا به دلیل اینکه غیرتی بود اجازه نمیداد would not let her boyfriend dance بکنه with any of the cheerleaders. من نمیذارم بری. میشه چی؟ I wouldn't let you go. یه سوال ازتون میپرسم. این یویی که اینجاست چه یویی هست؟ خب ببینید یه زمانی هست میگی شما، یه زمانی هست میگی your father، یه
یه زمانی هست میگی I'll give you something. یه چی بهت میدم، یه چیزی بهت میدم. ببینید you در وسط بعد از فعل قطعا ضمیر مفعولی باید بیاد. I would not let you go. نمیذارم ات بری. ترجمهش هم میشه چی؟ ات. نمیذارم ات بری. I wouldn't let you go. اگه بخوام تاکید بیشتری تو این جمله بیارم، من این نکته راجع به مخفف کردن رو بگم بهتون. وقتی میگه I wouldn't let you go. I wouldn't let you go. نمیذارم بری. خب عادیه. ولی وقتی میگه I would not let you go. نمیذارم ات بری. تاکیدت بیشتر هست. تاکید چیه؟ بیشتر. به شرطی که رو not stress ایجاد بکن. I would not let you go. بگید. I would not let you go. نمیذارم تنها بری. I would not let you go alone. Alone. Okay. خب بگذاریم. Anyway. تی به وای برسه صدای چی چه تولید میشه گفتیم؟ چه؟ چه؟ I would not let you go. I would not let you go. اون نمیذاره من برم. She would not let me go. She would not let me go. She would not let me go. اون نمیذاره بری. She would not let you go. Let you go. She would not let you go. خب پس یاد گرفتیم که گذشته یه will میشه چی؟ Would. نکته بعد یاد گرفتیم که any اسمی که بعدش میاد بعد از any of میاد حتما چیه؟ جمع هست. any of the cheerleaders. cheerleaders رو چی؟ معرکه گیرها. اوکی؟ چرا اینجا نگفته مونا don't let her boyfriend. don't let. چه فرق میکنه؟ اولا که don't رو که نباید بگی. مونا doesn't میاد برش. doesn't. مونا برش چی میاد؟ doesn't. میشه مونا نمیذاره. اینم شد نمیذاره. اینو میتونیم اینجوری ترجمه کنیم. مونا نمیذاشت. یعنی ترجمه دقیق تر، ممنون بابت این سوال، ترجمه دقیق تر would not let her boyfriend، نمیذاشت دوست به سرش برخصه با هیچ یک از معرکه بگیرها. مونا چون غیرتی بود نمیذاشت برخصه دوست به سرش با هیچ کدوم از اونا. یعنی ترجمه ده نمیذاشت، یعنی اجازه نمیدهد. تقریبا میتونم بگم ترجمه غلطی بود که اینجا انجام دادیم ما. اوکی؟ ولی خیلی این دوتا به هم نزدیکن. پس doesn't اجازه نمیده، doesn't let، would not let her اجازه نمیداد. understand؟ خب پس اینم از این مبحث. مثلا I wouldn't let you go، من نمیذارم بری، اینجوری ترجمه میشه. I don't let you go، من نمیذارم بری. ولی اگه این بحث اینجا تموم شد، رفتی بعد میگی چرا نیومدی؟ میگی نمیذاشت بیام. He wouldn't let me come. بیشتر برای گذشته میکنه. بله. فرضی نمیذاشت بیام. یعنی میخواستی بری یه کاری رو الان در آینده میخوای انجام بدی، من نمیذاشتمت که بری. بعد میری این آیندهش غیر واقعیه دیگه. آینده غیر واقعی. He wouldn't let me come. نمیذاشت که برم. سوال نداری دیگه؟ خب بس اینم لغت شماره 3 بود. صفات ملکی و ضمیر مفعولی رو یادتون نره. میبینید که توی ترجمه بسیار بسیار برای ما چی هستن؟ important یا مهم. Thank you very much and goodbye.